معنایی غیر از تغییر روش کاخ سفید ندارد. در ادامه برنامه خواهیم دید که ایران چقدر آمادگی روبرو شدن با این تغییر را دارد. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک تصمیم دیگر را اعلام کرده و آن کاهش شمار سربازان آمریکایی از 5000 نفر به 2500 نفر است. آن هم تا تاریخ 15 ژانویه، یعنی 5 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهوری بعدی. هنوز جنجال‌های انتخاباتی آمریکا تمام نشده، ولی بسیاری می‌پرسند که دونالد ترامپ چه وضعیتی را در افغانستان برای نفر بعدی باقی می‌گذارد. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با احمد ولی مسعود، رئیس جریان وفاق ملی از کابل، و صبرینا ثاقب، نماینده پیشین مجلس از تورنتوی کانادا. بذارید که سوال اول رو از خانم ثاقب بپرسم. یک ماه قبل گفته میشد خانم ثاقب که اقدامات آقای ترامپ بیشتر هدف انتخاباتی داره. چرا حالا تصمیم گرفته تعداد نیروها رو کم بکنه، در حالی که در روزها، هفته‌ها، شاید ماه پایانی این دولته؟ با سلام خدمت شما و بیننده های عزیز برنامه. من فکر میکنم آقای ترامپ از نخستین روزهایی که ریاست جمهوری آمریکا رو به عهده گرفتن، 4 سال قبل، 5 سال قبل، برنامه خود را اعلان کرده بودند و در مورد افغانستان سیاستشان خروج نیروهایشان از افغانستان بود. بنابراین کدام تغییری دیدن نمیشه. تنها موردی که هست خروج عجولانهشان هست که تاثیر منفی در افغانستان و مخصوصا روی پروسه صلح خواهد گذاشت. و باور من برنامه آقای ترامپ و برنامه دولت آمریکا در مجموع خروج نیروهایشان از افغانستان بوده و هست. آقای مسعود، شما چی فکر میکنید؟ دلیل این عجله از طرف آقای ترامپ چه هست؟ تشکر شما. به نظر خودم فکر میکنم که در زمانی که ما در آستانه انتخابات بودیم و ایالات متحده آمریکا در واقع یک موقفی داشت در قسمت افغانستان، سفیرشان که به اینجا بودن سیاسور افغانستان وعده میکردن که انتخابات اولویت داره و یا صلح افغانستان. چندین ماه مبی ترتیب گذشت و دقیقا ما تصمیم گرفته نمیتونستیم. خب میتونستن. من فکر میکنم اصل موضوع جای دیگه بود. گرچه من موافق هستم که در ابتدایی که آقای ترامپ آمد گفت که من سربازا خود از افغانستان میکشم، اما در امتداد را دیدیم که در بین صلح و انتخابات اینا میخواستن که یک انتخاب کنن به اساس منافع خودشان، منافع انتخاباتی خود آقای ترامپ، که کدامش اولویت داره و کدامش میتونه یک تیکت برنده به خود انتخابات آقای ترامپ باشه. و به اون نسبت وقتی که دیدن که صلح یک مقدار ناوخته رسیده، یک انتخابات افغانستان را قربانی انتخابات خود کردن و به اون نسبت یک پروسه ملی در واقع یعنی ضایع شد. و بالاخره پروسه دوم ملی که مسئله صلح افغانستان است، حال در حال شکست خوردن است و به اون نسبت هر دو پروسه ملی افغانستان قربانی کمپین انتخاباتی آقای ترامپ شد. آره که عجولانه اینا میخواهند که از افغانستان برند، در واقع غیر مسئولانه است. ببینن آمریکایی‌ها یک بار دیگه در وقت جنگ سرد، وقتی که روسا در اینجا بودن و اونا شکست خوردن، بعد از او عجولانه افغانستان فرق گفتن و افغانستان در واقع در خود منطقه زیر ترحم کشورهای منطقه ماند و بالاخره افغانستان به یک حالت بسیار بد جنگ و جنجال و نابسامانی و بی‌ثباتی شروع شد. فکر میکنم بعد اون تجربه تلخ دیگر رو میخواهند تکرار کنند. با این در واقع عقب نشینی یا رفتن غیر مسئولانه دوباره افغانستان رو به جنجالهای بیشتر اینا مواجه خواهد کردن. سوال من این بود که آقای مسعود، اشاره کردید که هم پروسه انتخابات در افغانستان و هم صلح قربانی مصالح انتخاباتی در آمریکا شد. حالایی که انتخابات گذشته، دلیل تأکید و عجله آقای ترامپ در این مقطع چیه؟ خب در این مقطع شما میدونید که آقای ترامپ وقتی که تصمیم میگیره بیشتر تصمیم شخصی است. تصمیم ما میبینیم با اون نسبت امکان داره که مسائل داخلی خودشان باشه، چطور میتونن که اداره جدی آمریکا رو ضربه بزنن و یا مشکلات زیر سوال ببرن یا در یک مشکلات بعدی را بگذارن. اونا مشکلات خودشان هستن. اما آنچه که هست وقت ما میفهمیم چی در که بودیم که افغانستان قربانی کامپین و انتخابات آمریکا شد و خصوصا که قربانی کامپین آقای ترامپ شد. حالا که میخوان که جولانه براین هم من فکر میکنم بیشتر میخوان یک میراث بگذارن به آقای جو بایدن که نتونه که موضوع را کنترل کنن و مشکلاتی را اونا در راستای افغانستان ببینن و بیشتر در مسائل داخلی خودشان است. اما افغانستان در میان قربانی شد. خانم ثاقب، کاهش تعهدات نظامی در شرایط فعلی
به معنای کاهش حمایت از دولت افغانستان، اون هم در روزهایی که این دولت به چنین حمایتی در گفتگوهای صلح نیاز داره تلقی نمیشه؟ به باور من نه، چون نه حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بنابر درخواست و با مشوره دولت افغانستان انجام شده بود متاسفانه، و نه خروجشان تصمیمی است که دولت افغانستان در او به اصطلاح مشوره صورت گرفته باشه در او مورد با دولت افغانستان، بناهن به او شکلش نمیتونه که تاثیر بگذاره، اما در روحیه و در وضعیت اقتصادی افغانستان قطعا تاثیرات را خواهد گذاشت که ای بر مردم افغانستان محسوس خواهد بود، نه برای دنیا و نه برای آمریکا. اما چیزی را که من میخواستم اشاره بکنم این است که خلاف آن چیزی که تصور میشه که در آمریکا مثلا احزابی که روی کار میآیند، حالا چه حزب دموکرات است چه حزب جمهوری خواست، مخالف حضور نیروهای نظامیشان در افغانستان هستند بیشتر از این بعد از 20 سال جنگ، و این جنگ یک جنگ پرهزینه و منفور میدانند. مردم آمریکا نظرشان متفاوت تر هست از این. مردم آمریکا در یک از سروه هایی که انستیتوت بروکینگز انجام داده بود و در اوایل امسال در ماه جنوری سال 2020 نشر شد، نشان میده که اونها بیشتر حامی حضور یا بودن نیروهای نظامی در افغانستان هستند و حتی دولت آمریکا را مسئول میدانند برای اینکه پروسه حکومتداری دموکراتیک در افغانستان تقویت شود، در صورتی که احزاب حاکم این را مسئولیت خودشان نمیدانند. بناهن از این جهت شاید تأثیری نگذاره، ولی قطعا برای طالبان یک روحیه را ایجاد خواهد کرد که موقفشان در پروسه صلح شاید کمی پافشاری بیشتری بکنند، مخالفت‌های بیشتری بکنند، چون به تعقیب تعهداتی که با آمریکا انجام دادن یکی از خواستهای طالبان بوده حضور و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان. آقای مسعود، در هر صورت مشکل به جایی رسیده که خانم ثاقب هم اشاره کردند ممکنه طالبان از اون نفع ببرند، باعث روحیه بخشیدن به طالبان بشه. محدود شدن کمک آمریکا در مقایسه با قبل، چه کمک‌های اقتصادی چه کمک‌های نظامی، به دلیل مشکلات در کاخ سفید یا به دلیل مشکلات در ارگ؟ خب در اینجا شک نیست که اونا می‌خواستن که مسئولیت خود به افغانستان کمتر بسازن و حضور نظامی خود کمتر بسازن و حتی پشتوانه اقتصادی خود کمتر بسازن، در اینجا شک نیست، برابر مشکلات خودشان داشتن و دارن. و اما در این حال در داخل افغانستان هم یعنی دولت نتونسته که در مدت این مدت بتونه که واقعا از این امکانات از این استفاده به این نکنه، و شما میبینید که حتی جامعه جهانی ایران که کمک خود به افغانستان کم میکنن، و حتی آمریکایی‌ها بار بار مثلا نهار سیگار اعلان کرد که دولت افغانستان نتونسته که با فساد مبارزه کنه و بسیاری امکانات از او هدر رفته. مطمئنید که بیشتر خود ما داری هستیم، اما اونا پرشان مشکلات داره، این هر دو طرف هست این موضوع، و اما متاسفانه که مردم افغانستان زیر فشار میان و روحی مردم مطمئنه که ضعیف میشه و تضعیف میشه، و یک چیز خوب نیست به افغانستان، اقبال خوبی نداره به افغانستان. خانم ثاقب، بایدن با افغانستان چه خواهد کرد؟ البته هنوز کاملا تکلیف انتخابات یکسره نشده، ولی خب او رئیس جمهور منتخبه. آقای بایدن قبلا هم به اصطلاح در موقف‌های بلندی کار کردن و در سیاست‌های افغانستان نظرشان معلوم است، چه کمپین‌های انتخاباتی سال 2019 و چه دورانی که معاون رئیس جمهور اوباما بودن، یعنی کاملا دیدگاهشان در مورد جنگ افغانستان واضح است. اونا علاقمند خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان هستند، اما حفظ یک گروه کوچک که بر علیه تروریسم مبارزه کنه و عملیات‌های ویژه و استخباراتی انجام بده دوست دارن که گروه کوچکی باقی بمانه، و بسیار هم علاقمند پروسه دولتداری خوب و حکومتداری خوب و دموکراسی در افغانستان نیستن، یعنی مسئولیت دولت آمریکا نمیدانند که برنامه‌ای برای بعد از جنگ داشته باشن برای افغانستان. اما یقینا در پروسه صلح من فکر میکنم به نفع مردم افغانستان، به نفع دموکراسی، به نفع حضور زنان خواهد بود حضور آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور و نظارتشان از این
پروسه، قطعا از نگاه شفافیت بیشتری به پروسه صلح خواهد آمد و حضور و مشارکت زنان را تقویت خواهند کرد، مذاکرات بیشتری با افغان ها صورت خواهد گرفت. از این جهت من فکر میکنم آقای بایدن حضورشان به عنوان رئیس جمهور آمریکا به نفع پروسه صلح در افغانستان خواهد بود. آقای مسعود، قرائنی وجود داشت که بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح و دولت افغانستان مشخصا ارگ اختلافاتی وجود داشت. گفته میشد که ارگ خیلی راضی نیست از شیوه پیشبرد گفتگوهای صلح. انتخاب شدن آقای بایدن به نفع ارگ هست؟ نه خیر، من فکر نکنم. من فکر میکنم که هم آقای ترامپ و آقای بایدن شاید که در قبال افغانستان سیاستشون زیاد تفاوت نداشته باشه، و حتی من فکر میکنم که آقای بایدن امکان داره یک مقدار اقتدار مسئولیت داره قسمی خورشان در مصاحبات قبلا گفتن که حتی با پاکستان واگذار کنن، با خصوص چطور میتونن که تروریسم در منطقه اونا مهار بسازن. اما در این حال بودن آقای خلیلزاد و رفتنش مطمئنه که در این یک تفاوت میاد. چرا؟ آقای خلیلزاد نه تنها از نظر یا از نگاه ارگ که متاسفانه مسئولیت به او ترتیب انجام نداره، بلکه باعث یک نقطه زیاد مشکلات به افغانستان هم شده. من فکر میکنم یکی از پیامدهایی که شاید به افغانستان خوب باشه همیست که با آمدن آقای بایدن، چون آقای خلیلزاد مربوط ریپابلیکن یا جمهوری خواست، با آمدن آقای بایدن امکان داره کس دیگه به جای آقای خلیلزاد بیاد تا بتونه که مردم افغانستان به یک چشم ببینن و کارشان طوری باشه که بر اساس منافع ملی آمریکا باشن، نه بر اساس منافع یک مقدار افغانی خود یک نماینده افغانستان. من فکر میکنم امی که یک نماینده که خودش افغان الاصل است در مسائل افغانستان نباشه بهتر است نسبت به اینکه باشه. چرا؟ اونا که وقتی داری میان به یک بارگی اونم عادت افغانی رو میگن یک طرف یک جهت، و این بار در قسمت آقای خلیزا ثابت شده. و فکر میکنم یکی از پیامده خوب آمدن آقای بایدن همیست که بتانه که یک نماینده رو به افغانستان کنه که تمام مردم افغانستان رو به یک چشم ببینه و مثلا به شکل جدیش دنبال کنه تا بتانه که به نتیجه برسیم. خانم ثاقب، شما چی فکر میکنید؟ انتخاب شدن بایدن به موقعیت دولت افغانستان کمک میکنه؟ در مجموع روی سیاست های دولت امریکا تغییر فاحشی نخواهد آمد در مورد افغانستان. همونطورم که پیشتر اشاره کردیم نظر بسیار مشابه و نزدیکی دارن هر دو حزب و هر دو رئیس جمهور که او خروج نیروهاست و به اصطلاح ختم جنگ در افغانستان است. اما یقینا همونطور که پیشتر هم گفتم در پروسه صلح من فکر میکنم تغییرات بهتری رونما خواهد شد. او تغییرات بسیار فاحش نخواهد بود، اما او تغییرات حیاتی است که به مردم افغانستان روحیه بهتری در مذاکرات صلح خواهد داد. همین که اقلیت‌ها شریک شوند، زن‌ها حضورشان تقویت شود، دولت افغانستان بیشتر مشوره صورت بگیره همراهش و دخیل باشد در تصمیم گیری هایی که بر ارتباط پروسه صلح هست، اینها من فکر میکنم تغییرات بسیار اساسی است که در مجموع روحیه را در افغانستان بالا خواهد برد. هرچند دو سیاست دو تاثیر متفاوت خواهد داشت. خروج نیروهایشان روحیه را تضعیف میکنه، وضعیت اقتصادی افغانستان را ضعیفتر میکنه که اینا خودش میتونه به ناامنی و جنگ دامن بزنه. اما از طرف دیگه ای که پروسه صلح شفافیت بیشتری خواهد پیدا کرد و حضور و مشارکت اقشار مختلف در اون فکر میکنم بیشتر تبارز بده. خانم ثاقب، روی پروسه صلح یکی دو بار تاکید کردید. کی متولی صلحه؟ وزیر خارجه، شورای عالی مصالحه ملی، رئیس تیم مذاکره کننده، وزیر دولت در امور صلح؟ تعدد مراجع باعث ناکامی نخواهد بود؟ به نکته جالب اشاره کردین. نه تنها تعدد مراجع بلکه تعدد نظرات از یک دستگاه، از یک دولت، صداهای مختلفی به وجود بیرون می آید و این صداها معمولا هم با هم متناقض هستند و همخوانی ندارند. رئیس جمهور یک چیز میگه، معاونش چیز دیگه میگه، معاون دومش چیز دیگه میگه، بعضی ها موافق هستند، بعضی ها مخالف هستند. متاسفانه یک صدای واحد وجود نداره و این نشان می دهد که نگرانی های در پروسه صلح هست که باید یقینا به او پرداخته شود. دولت افغانستان که ادعا داره در پروسه تفاهم صلحی که بین امریکا و طالبان امضا شد دخیل نبوده، اما تمام زندانی ها را به یک بارگی آزاد کرده و کارت های خود بازی کرده و حالا که انتخابات ریاست جمهوری امریکا نتیجهش به اصطلاح آقای بایدن میاد،
تقریبا او را انکار میکنه و تقاضا میکنه که به او بازنگری بکنن. یقینا تعدد مراجع و تعدد نظریات مختلف و ضد و نقیضی که از آدرس دولت افغانستان بین گروه های مختلف داخلی وجود داره یک مشکل و یک معضل بزرگ در سرای پروسه صلح ایجاد میکنه. در کنار از این موقف کشورهای منطقه‌ای هم مسئله بسیار مهم است که باید به او پرداخته شود. هنوز هم کشورهایی هستند که طالبان را تشویق، تحریک و تمویل میکنند. اگر دولت آمریکا در یک برنامه واحد با دولت افغانستان به این موضوع نپردازد، پروسه صلح یقینا پروسه موفقیت آمیز نخواهد بود. همین الان هم نخست وزیر پاکستان در کابل هست. آقای مسعود، بعضی ها حرف از دولت موقت میزدند و همینطور گفته میشد که افرادی مطرح هست و با فعالین سیاسی هم تماس میگیرن. شما در مرکز یک جریان سیاسی قرار دارید که احزاب و تشکل‌های متعددی با اون همراه هستن. کسی با شما تماسی گرفته؟ شما با کسی مثلا در دبی ملاقات داشتی؟ ببینین، مسئله دولت موقت فکر میکنم بیشتر کسایی که ادعا میکنن که باشون تماس گرفته شده، اونو بیشتر خودشون میخواد به خود یک تبلیغات بکنن. که ما مهم هستیم در این قسمت که دولت موقت میاد. من فکر میکنم تا تصمیم نهایی به او ترتیب گرفتن شد، بخصوص حالا که رژیم در اداره ایالات متحده آمریکا تغییر میکنه، کسی که حامی این پروسه سال بوده و حامی پروسه سال هستن و فعلا شما میبینید دوها مذاکرات دوها به شکست مواجه هستن، او دیگه نمیتونه که پیش بره. گرچه امروز گفتن که ما دوباره به توافق رسیدیم، من فکر میکنم که شکست میخوره. من فکر میکنم که بیشتر بگذاریم که یک بار اداره جدید دیگه در او زمان است که روشن میشه. آنچه که من میدارم همیست که نماینده صلح از طرف ایالات متحده آمریکا تغییر میکنه. آنچه که من میدارم همیست که پیشتر که اشاره کردیم در قسمت خود شورای صلح، که شورای صلح یعنی چند زبان و چند آهنگ هستن، حتی خود شورای مصالحه ملی تا هنوز معلوم نیست که واقعا این مستقل است یا مربوط دولت است یا مربوط گروهی است یا وابسته است، تا معلوم نیست. به اساس عمومی خود هویت شورای مصالحه است که ترکیب هیئت جور میشه، برنامه جور میشه، مسئله میکاریزمش، منشور مصالحه جور میشه، به این ترتیب چه رقمیه، تا هر روز این چیزا در داخل افغانستان قطعا معلوم نیست. میمونه در بیرون افغانستان. بیرون افغانستان کسی که حامی کلان پروسه افغانستان است ایالات متحده آمریکا است که جنجال خود بالا دارن. من فکر میکنم یک مقدار زیاد همو اکتورهای سیاسی در داخل افغانستان بیشتر خودشان هستن خود تبلیغ میکنن تا بتونن که مهم جلوه کنن و در این پروسه ها شریک شوند. در غیر صورت بله شنیدیم کسای تماس میگیرن. من فکر میکنم که به هیچ کدومش من باور ندارم که واقعا اینطور یک پروسه در جریان باشه. منظورتون این هست که طرحی به اسم دولت موقت در زیر رهبری یک فرد یک پروسه خیالیه و وجود خارجی نداره؟ قبلا بوده، همین سر صدا ها بوده. من منظورم این است که آل فعلا شما میبینید که به یک باری و این مسئله دولت موقت حکومت موقت آل نبوده، حتی قبل از انتخابات این مسئله بوده و تا هنوز تقریبا بیش از یک سال میشه که این مسئله است، اما تا هنوز در بوده که دقیق نیستن و بخصوص که آل هم اداره ایالات متحده آمریکا تغییر میکنن و همه دیگه به ایجه مذاکرات دوحه به شکست مواجه شدن و در داخل افغانستان اکتورهای دیگه هستن که پیدا شدن و اینا صحبت از یک طرح دیگه یک برنامه دیگه میکنن. تا حال مثال کلا بحران جاست. بیشتر شما سوال کردین که نظرتون که خود شورای عالی مصالحه در واقع و خود دولت افغانستان یا هماهنگ نیستن، در چارچوب نظام هماهنگ نیستن، یک حرف ندارن. کشورهای منطقه و فرامنطقه رو بگذارید که به شدت اینا اون نظراتشون متعدد هستن، فقط با یک فکر کنین که آنان یک چیز شروع شده در مدت چند ماهی گذشته کوچکترین دستاوردی در قسمت صلح نبوده. کوچکترین، نه تنها که نبوده در قسمت صلح، بلکه خشونت شدت پیدا کرده، جنگ شدت پیدا کرده، مردم افغان قربانی شدن و در این پروسه صلح و در واقع خود این پروسه صلح همین که 6000 زندانی یا جنگجوی طالبان را اینا رها کردن، اینا کجا رفتن؟ بیشتریشون دوباره رفتن به جنگا، بیشتریشون باعث کشتار بیشتر شدن. تمام از اینا در واقع ما برعکس صلح پیشرفته تمام مسائل، نه اینکه واقعا آمده باشه حال یک کرسی بوده باشه که کفار جمع کرده باشن حکومت موقت پیش روی باشه و تمام مسائل آمده به اون ترتیب نیستن. خانم ساقب، نیروهای آمریکایی خارج میشن یا تعداد زیادی از اونها دست کم، ممکنه بقیه اعضای ناتو هم خارج بشن. ما این طرف اون طرف شنیدیم که بعضی از کشورهای دیگر هم گفتن که ممکنه از آمریکا تبعیت بکنند. در این صورت دولت چقدر ممکنه که دوام بیاره از نظر شما؟
طی سالهای اخیر حداقل 8 سال اخیر برنامه اصلی دولت هایی که حامی افغانستان بودند و کمک میکردن در جامعه جهانی کم کردن حضور نظامیشان بوده و افغانستان این پروژه انتقال قدرت را با موفقیت تای کرده و مسئولیت اصلی جنگ را در ساحه افغانستان داره. بنابراین از نگاه نیروی جنگی یا حضور نظامی، حضور نیروهای خارجی خیلی هم به اصطلاح مسئله حیاتی نیست برای افغانستان. اگر موضوع آموزش هم مطرح باشه، آموزش های زیادی دیدن، نیروهای افغانستان حالا تخصصی شدن، بهتر میتونن عملیات انجام بدن. اما از نگاه سیاسی و از نگاه اقتصادی، کم شدن یکباره نیروهای خارجی در افغانستان میتونه تاثیرات منفی بالای جنگ افغانستان و بالای صلح افغانستان داشته باشه. بله. اگر این تدریج به صورت اگر این خروج به صورت تدریجی برنامه‌ریزی میشد و نه یکباره، من فکر میکنم تبعات منفیش کمتر میتونست باشه. آقای مسعود، شما چی فکر میکنید اگر نیروهای خارجی به 2500 تا در میانه ماه ژانویه کاهش پیدا بکنند، نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو هم همینطور تعدادشون کم بشه، دولت افغانستان در موقعیتی است، نیروهای نظامی افغانستان در موقعیتی هستند که همچنان طالبان رو مهار کنند؟ ببینید، نیروهای نظامی افغانستان در اون موقعیت هستند که شما میگین، نه تنها که در واقع مردم افغانستان اونا تجربه حکومتداری طالب میدانند و حال در واقع جغرافیای مقاومت به شدت کلان شده، گسترده شد، نه تنها که نیروهای دیروز مقاومت زنده هستند بلکه نسل جوانشان زنده هستند و اینجا نیروهای مقاومت به شدت گسترش پیدا کرده. زنان افغانستان نیروهای مقاومت هستند، جوانان افغانستان نیروهای مقاومت هستند، جامعه مدنی نیروهای مقاومت هستند، یعنی تمامش در واقع نیروهای مقاومت تشکیل میدن. اگر طالبان این فکر میکنن که با خروج قوای آمریکایی اونا تسلیم شدن و مردم افغانستان تسلیم شه، اشتباه میکنن. آقای مسعود، برداشت من اینه که شما به نیروهای مدنی اشاره میکنید، اونها در برابر طالبان مسلح مقاومت خواهند کرد؟ توان این رو دارند؟ من میام نمیجام اینا وقتی که این مردم باشه در پلوی نیروهای نظامی، مطمئن که نیروهای نظامی توانش رو دارن. مشکل در دیگه جای هست، مشکل فقط در رهبری سیاسی هست. واقعا ما یک دولتی داریم که بتونه که امین نیروها رو رهبری بتن، یعنی نیروها اعتماد کنن، آماده باشن و آماده دفاع کشور باشن و بر رهبری سیاسی اعتماد داشته باشن. مشکل در اینجاست. من بازم یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر ما بتونیم واقعا رهبری سیاسی را، یعنی اجماع رهبری سیاسی بیشتر بسازیم و خود خانه جمهوریت کلانتر بسازیم، ساختمان جمهوریت کلانتر بسازیم و مردم افغانستان اعتماد داشته باشن خود سر رهبری سیاسی و دولت، مطمئنم که طالب هیچ کاری کرده نمیتونه. بدون نیروهای خارجی طالب کاری کرده نمیتونه. مشکل اصلی در اینجاست. قوات نظامی فضل خورا هسته، هر روز اینا قربانی میتن و در دفاع کشور استار هستن، مردم افغانستان هستن، جامعه مدنی همگی هستن. فقط امیسته که یک رهبری سیاسی که بتانه که نمایندگی اعتماد مردم جلب کنه. بسیار ممنونم از احمد ولی مسعود، رئیس جریان وفاق ملی از کابل با ما، و همینطور صبرینا ثاقب، نماینده پیشین مجلس از تورنتوی کانادا.